क्वेश्चन है। در گوش دلم گفت فلک پنهانی حکمی که قضا بود ز من میدانی در گردش خیش اگر مرا دست بودی خود را برهاندم میز سرگردانی. سلام، روزتون بخیر و عافیت، امیدوارم که سالم و سلامت در کنار عزیزانتون باشید. تو این روزای یه مقدار تلخ سعی کنیم یکم انرژی مثبت بیشتری به هم دیگه بدیم تا از این بحرانی که توش گیر کردیم با امید خدا با نهایت سلامتی بیرون بیایم. امروز من و استاد سیف عزیز در خدمتتون هستیم. بچهای خانم پریناز و امین عزیز هم نگران نباشن، هفته بعد با دکتر حیدری و دکتر صالحی در خدمت شما هستیم. بریم کلاس رو شروع کنیم با امید خدا. سری قبل استاد عظیمی فر بزرگوار راجع به هدف گذاری و اون جلسه بسیار بسیار زیبای فانوس دریایی براتون توضیح داد. دیگه از الان به بعد میریم سراغ یه مقدار تکنیک یاد گرفتن. جلسه اولمون راجع به برنامه ریزی و اهمیت برنامه ریزی، نحوه برنامه ریزی و حالا اتفاقاتی که باید صورت بگیره. در کنارش استاد سیف هم میاد راجع به روش های مطالعه و توضیحات تکمیلی رو خدمتتون ارائه میده. بریم راجع به برنامه ریزی صحبت کوتاهی با هم انجام بدیم. بچه ها یه سوال، به نظرتون نفر اول کنکور کسیه که از بقیه بیشتر درس خونده، ساعت مطالعاتی بیشتری داشته یا لزوماً از بقیه باهوشتره؟ نفرات برتر کنکور چه جور آدمایین؟ یعنی هر کی ساعت مطالعاتیش بیاد بالا، هر کی که به خودش سخت‌تر بگیره الزاماً آدم موفق تریه؟ هممون میدونیم که اینطور نیست. نفرات برتر کنکور نفراتی هستن که الزاماً هوشمندانه تر کار کردن، از زمانشون، از تایمشون، از نحوه مطالعهشون با ابزار درستی کار کردن. قضیه ما همینه. یه داستان خیلی خیلی کوچولو بگم راجع به این لودره که براتون علامت سوالم به وجود نیاد. هوشمندانه درس خوندن رو ما از این داستان گرفتم براتون که فکر کنید قرار یک خاک، یک زمین بسیار بزرگی رو شروع کنید برداشتن. حالا شما یه بیل گرفتین دستتون، شروع میکنید به دونه به دونه خاکا رو برداشتن. کسی که هوشمندانه درس میخونه میتونه تو یه ربع، تو نیم ساعت با یه لودر کل اون خاکای زمین رو برداره. هوشمندانه درس خوندن یعنی این، یعنی از ابزار مناسب استفاده کردن. این که من دینی رو چجوری باید درس بخونم، این که من ریاضی رو چگونه باید مطالعه کنم، همه اینها ابزارهای خاص خودشو داره. به مرور زمان دونه به دونه با هم دیگه یاد میگیریم. بریم با امید خدا این جلسه اول برنامه‌ریزیمون رو بریم جلو تا خدا چی میخواد. بچه ها قبل از اینکه بخوایم برنامه ریزی بکنیم میخوام با این چرخه آشنا بشید. این یاد گرفتن این چرخه دمینگ میتونه تو آیندهتون، تو حالا محیط کاریتون و حتی توی درس خوندن حالتون تأثیر بسزایی داشته باشه. یه کی بود یه کی نبود، یه آقای بود به اسم ادوارد دمینگ خان. یک اقتصاددان آمریکایی بود، منتها یکم برعکس بود. از این جهت میگم برعکس که همه میرن آمریکا شکوفا میشن، ایشون برعکس شد. ایشون تو آمریکا در اون برهه زمانی حالا به هر دلیلی بهش بهای لازمه رو ندادن، مجبور به مهاجرت شد به ژاپن. خیلی ها میگن ژاپنی که بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به یک کشور بسیار بسیار مدرن و تکنولوژی شد، این نظریه آقای دمینگ توش بی تأثیر نبود. بیا تو هم ببینن دیگه بچه ها دلهای نداره. آره سلام به نام خود ماسکم و به نام خدایی که به شدت کافی ماسکی هم نمیشه استفاده کنم. سلام خاشف ندارم اینجا نزدیک شما باشم. اولی عرض ادب و احترام خدمت همه بچه های عزیزی که امروز سر کلاس حاضر هستن. میدونم که خیلی پرقدرت امروز تو کلاسید. اول استاد مهلی عزیز توضیحات لازم رو میدم، بعد من میام در خدمتتون هستم تا آخر کلاس.
اوکی صدام این فقط این بار یه دفعه زوم شد این چرخه شامل چهار مرحله بود که همین جور دوران داشت یعنی هی میچرخید مرحله اول پلن برنامه ریزی بود کسایی که راجع به برنامه‌ریزی صحبت میشه سه دستن معمولاً یه دسته هستن که اصلا برنامه‌ریزی رو چیز جالبی نمیدونن اتلاف وقته الکی باید برای چی وقتم بذارم براش وقتی که میتونم بذارم و کار بکنم یه دسته این ایدئولوژی رو دارن یه دسته دیگه اصلا میگن برنامه‌ریزی خوب هست ولی همچی هم انقدر لازم و ضروری نیست اگر باشد بهتر است یه دسته سوم هم هستن میگن که آقا برنامه‌ریزی تا انجام نشه ما اصلا کار رو شروع نمی‌کنیم بچه ها یه واحد هایی توی کشورهای خارجی هست تو کارخونه هاشون به اسم R&D میشه Research and Develop اینا وظیفهشون اینه که یک کار رو اصلی از اینکه شروع بشه اول بیان این رو بازسازی کنن این رو شبیه سازی بکنن تمام بحران ها و اتفاقاتی که ممکنه تو کار بیفته رو دونه به دونه بررسی کنن که اگر اون اتفاق افتاد براش راه حل داشته باشن بعد شروع به کار میکنن وقتی من برنامه ریزی میکنم میدونم اولا از کجا میخوام به کجا برسم بعد تو طول این مسیر به چه موادی نیاز دارم بعد ممکنه چه بحران هایی برام پیش بیاد راجع به همه اینا فکر میکنم خب معلومه که وقتی با این دید با این پلن برم جلو خیلی کارم شست و رفته رو خیلی قشنگتر در میاد مرحله دوم دو بود حالا برنامه ریزی کردم همه رو آوردم رو کاغذ بیام انجامش بدم همه ما اطرافمون متاسفانه خیلی از آدم‌های خوش ایده خوش سلیقه ای رو داریم که هیچ وقت اون ایده هاشون رو اجرایی نکردن حالا منتظر اون شنبه‌ای بودن که قراره بیاد مثلا کارشون شروع کنن منتظرن که همه شرایط اوکی بشه منتظر عوامل بیرونی ان به هر دلیل یا ترس از شکست هیچ وقت این ایده انجام نشده بس وقتی من برنامه‌ریزی کردم بیام انجامش بدم حالا با هر امکانات و هر ظرفیتی که دارم میدونم شرایط خیلیاتون سخته شرایط جامعهمون متاسفانه یه مقدار دچار بحران شده ولی بچه‌ها الان شماها میگید کرونا اومده اتفاقات سختی براتون افتاده همش هم قابل قبوله ولی خب یه دوره قبل‌تر از شماها دوره‌های من پدر مادراتون این خونه که میگن جای امنیه جای امنی نبود موشکباران بود یعنی مثلا هر چند دقیقه بار تو مدارس آجیر قرمز می‌زدن بچه‌ها باید می‌رفتن تو پناهگاه اون موقع خیلی سخت‌تر بود همینجوری بگیر تا قبل هیچ وقت شرایط اوکی و خوبی نبوده که ما منتظر اون شرایط بی‌نقص بشیم بعد بخوایم شروع کنیم پس وقتی که من برنامه ریزیم رو انجام دادم کارم رو انجام دادم شسته و رفته مشخص کردم همه کارامو حتما انجامش بدم درست یا غلطش مهم نیست انجامش بدم این انجام دادن متأسفانه تو خیلی از ماها نیست ادوارد گفت مرحله بعدی سوم بیام این کاری که انجام دادم رو چک کنم چک یعنی چی؟ یعنی بازبینی کنم که الان چه کار کردم نقاط قوتم کجاها بودن اینا رو بیام پررنگتر کنم نقاط ضعفم کجا بودن بیام اینا رو شروع کنم کاور کردن پوشش دادن راهکار ارائه بدم برای نقاط ضعف و قوتم و اینکه آقا ماحصل کار من چی بوده بیام اینو درستش کنم تو مرحله سوم بس ما بازبینی رو داشتیم و تو مرحله آخر یا اکت ما میایم تمام این ایرادات و اشکالات احتمالی رو از اصلاحش میکنیم پیاده سازیش میکنیم اصلاحش میکنیم تا یه کار خیلی شسته رفته تر و دقیق تر و تمیزتر به دستمون بیاد بعد بچه این چرخه همینجور میچرخه دوباره میام یعنی برنامه ریزی میکنم دوباره پیاده سازیش میکنم دوباره اون ایراداتی که الان به وجود اومده رو دوباره میبینم این چرخه همینجوری میچرخه ماحصل این چرخه میشه که کار من خیلی کار تمیزتر، خیلی کار دقیقتر، خیلی کار با کیفیتتری در میاد. این چرخه به ژاپن اون موقع خیلی کمک کرد. امیدوارم به شما هم بتونه کمک بکنه. این رو میتونید توی برنامه کاریتون، تو بیزینستون، تو مطالعاتون به راحتی به کار ببرید. اگر بتونم بیارم بالا. شد. خب
بچه‌ها واحد زمان مطالعه اولین درسی که قراره یادش بگیریم. خیلی هامون سلام. متاسفانه خیلی هامون هستیم که یه بند درس میخونیم، یعنی مثلا صبح اول بسم الله شروع میکنیم کتاب باز کردن، دیگه تا زمانی که ذهنمون یاری کنه شروع میکنیم درس خوندن. بعضی از بچه ها هستن که صبح ها درس میخونن، بعضی از بچه ها هستن شبا دوست دارن درس بخونن. یه زمانی میگفتن کسانی که صبح درس بخونی خیلی بهتره، ولی بعدها خب روانشناسی ثابت کرد که ساعت بیولوژیک بدن آدم ها با هم متفاوته. بعضی ها صبح ها بهتر درس میخونن، اصطلاحا بهشون میگیم چکاوک زیستن. بعضی ها شب ها بهتر درس میخونن، اصطلاحا بهشون میگیم جغد زیستن. این هیچ ایرادی نداره که من صبح درس بخونم یا عصر. البته تو اون بازه زمانی قبل کنکور ما برنامه هامون رو به روالی میچینیم که صبح ها بهتر بتونیم درس بخونیم، چون کنکور صبح برگزار میشه. یعنی تایم ساعت 8 صبح من بالاترین میزان یادگیری ذهن من اون موقع باشه، ولی موقع مطالعه خیلی فرقی نداره. باید این ساعت رو تو بدن خودتون به دست بیارید. باید یه بار صبح درس بخونم ببینم الان کیفیت مطالعه‌ام چجوریه، یه بار عصر بخونم ببینم الان کیفیت مطالعه‌ام چجوریه. ولی یه سری چیزای عمومی میگن دیگه، مثلا میگن که آقا این دروس اختصاصی که یکم سخت‌تره، همتون این قورباغه رو قورت بده رو شنیدید دیگه، اون درس سخته، اون درس مشکله که یه مقدار باش گیرم و بذارم اول کار، این باعث میشه هم انرژی بیشتری برای اون درس داشته باشم، همین که درس‌های بعدی رو راحت‌تر شروع کنم بخوندن. دروس عمومی هم باز روانشناسان میگن که اگر شب‌ها مطالعه بشه باعث میشه که شب موقع خواب مغز روش پروسس کنه، پردازش کنه، اون ساعت خوابتون هم یه جورای جزء درس خوندنتون حساب بیاد. معمولا دروسی که نیاز به حفظ کردن، نیاز به تکرار داره رو میگن شب‌ها بخونید، خیلی مناسب تر میتونه براتون باشه. باز این گفتم برمیگرده به اون ساعت بیولوژیک بدنتون که چجوریه. و بریم سمت واحد مطالعه. قبلش بگم بچه‌ها این یه ذره بیارمش باز بالا اینو من. یادی شد. خب خوبه. بچه ها این یک چیزی کاملا شخصی هستش. ممکنه اساتیدی که باشون کار میکنید مثل خانم سیف بزرگوار یا خانم حیدری یا امین صالحی بخوان این رو بر حساب این که حالا شخصیت شما چجوریه، ظرفیت های شما چجوریه، تغییر بدن. این راجع به واحد مطالعه است. ما گفتم یه عادت بدی که خیلی هامون داریم اینه که کتاب رو باز میکنیم و شروع میکنیم یه بند درس خوندن. تا جایی که ذهنمون یاری بده، تا جایی که ذهنمون کار کنه شروع میکنیم درس خوندن. از یه جایی به بعد احساس میکنیم که دیگه مطالعهمون واقعا کیفیت لازم رو نداره. یکی از کارهایی که مطالعه ما رو هوشمندانه میکنه همین واحد مطالعاتیه. اولین کسایی که اومدن رو واحد مطالعه تحقیق کردن دو تا دانشمند اتریشی آلمانی بودن به اسم لارسون و نیکسون. اینا اومدن از این دستگاه عجیب غریب واسه کردن به ذهن، شروع کردن فرکانس هایی که مغز هنگام درس خوندن از بچه‌ها از خودش ارتعاش میکنه رو اندازه‌گیری کردن. یه نتیجه خیلی جالبی بود. گفتن بچه‌ها زمانی که شروع به مطالعه میکنن از 80% ذهنشون استفاده میکنن. حالا این 80 ممکنه تو آدمای مختلف متفاوت باشه، یعنی مثلا 80 من خیلی آدم کند هوشی ام، حدیث صرف مثلا، حالا واقعا خیلی آدم باهوشیه، مثلا 80 من 20 اونه، خب هیچ ایرادی نداره. میدونی مثلا چی میمونه؟ پراید دو تا تف فشار بدی 130 تا ممکنه بره، مثلا چه میدونم لامبورگینی رو تا تگازش فشار بدی 300 تا ممکنه بره. ظرفیت آدما متفاوته، ولی الان از همون ظرفیتی که هستن موقع شروع مطالعه از 80% ظرفیتمون آدما استفاده میکنیم. بعد از تقریبا 10 الی 15 دقیقه این به بالاترین میزان خودش یا صد خودش میرسه. اصطلاحا میگیم موتورمون انگار گرم شد. تو این بالا همچنان ادامه داره مطالعه ما تا دقیقه 65-75، باز به آدم‌های مختلف متفاوت این دقیقه دیگه مغز اون قابلیت اولیه رو نداره، شروع میکنه به پسرفت کردن. دیگه هر چقدر بیشتر میریم مطالعه‌مون از کیفیت اولیه برخوردار نیست.
اینا گفتن خب چه کاری ما بذاریم این اتفاق بیفته، بیایم اینو از اینجا قطعش کنیم. اومدن باکس مطالعه رو مطرح کردن، گفتن آقا هر باکس مطالعه 60 دقیقه است، که 60 دقیقه بخونم نه، 50 دقیقهش مطالعه است، 10 دقیقهش استراحته، ولی این استراحت جزئی از این مطالعه است. چرا؟ چون یک سری ضوابط و شرایط خاص خودش رو داره. تو نگاه اول ممکنه بگی که آقا مثلا این برای بچه‌هایی که مثلا کمتر درس میخونن یا بچه‌هایی که خیلی اکتیو و فعال نیستن به درد بخوره. درسته، برای اونها هم بسیار مناسبه، ولی در اصل برای بچه‌هایی که هدف بزرگتری دارن، میخوان ساعت مطالعه بیشتری داشته باشن. شما با این روش میتونید بیشتر درس بخونید و ذهنتون در اون ساعت آخر همون کیفیت، همون قدرت اولیه رو داشته باشه. ببین این شکلی میشه، من ذهنم شروع میکنه کار کردن، خسته میشم، استراحت میکنم، دوباره همون. یعنی من 10 تا باکسم بخونم، باز ظرفیت ذهنم همون 100 است، همون 80 است، همون بالای بالا قرار میگیره است. به خاطر همین کیفیت مطالعه من خیلی مطلوب تر میشه. من یه قولی رو بهتون میدم در پایان این جلسات عظیم تیم، خودتون متوجه میشید، من این قول رو بهتون میدم که 1 ساعت مطالعه شما برابری کنه با چند ساعت مطالعه دیگران. استاد در مورد تونخانی قول دادی به بچه‌ها بگی؟ آره خیلی، حالا من زد داد میزنم که صدام برسه. خیلی اوکیه، اینجا هاشف داریم. خب چون بچه ها خیلی در مورد این که کند میخونن صحبت میکنن، حالا من یه سری ویسا شده گذاشتم، ولی قطعا خب شما تو این زمینه استادین، هر سال دارین کار میکنین، این سری مهارت های تندخانی رو از همینجا به بچه ها قول بدید که حالا جلسات صحبت کنید 10 دقیقه یه ربع که سرعتشون بره بالا. آره از این به بعد، یعنی از حالا این چند جلسه اول بگذاریم، این مفاهیم اولیه رو بگیم، به امید خدا تندخانی رو هم شروع میکنیم. حالا هر جلسه مثلا تقریبا 10 دقیقه یه ربع اولش رو اختصاص میدیم به امید خدا به تندخانی. خب این 10 دقیقه یه سری شرایط داشت بچه ها. شرایطش چی بود؟ ببین ما چند نوع استراحت داریم. خب ما یه استراحت سالانه داریم، مثلا هر سال به خاطر اینکه در تجدید قوا بکنیم، حالمون حال خوبی باشه، یه مسافرت میریم. تو طول مثلا تابستون یه مسافرت میریم. یه استراحت روزانه داریم که مثلا تو طول روز استراحت میکنیم. این جز اون استراحت ها نیست، این یه سری شرایط داره. تو این وسیله به اسم موبایل تو این تو این 10 دقیقه کاملا قدغنه، تلویزیون قدغنه، موزیک قدغنه، برای همیشه قدغنه نه. شما اجازه دارید بازی بکنید، اجازه دارید چه میدونم تلویزیون فیلم ببینید، خیلی هم چیز خوبیه، حتما نگاه بکنید، حتما بازی کنید، حتما تفریح کنید، اصلا انسان زنده است که تفریح کنه، ولی تو این 10 دقیقه اجازهش نداریم. دلیلش الان بهتون میگم. فرض کنید یه شغلی مثل بنا، فرض کنید شما بنایید، یه بنا ابزار کارش چیه؟ دستاشه. حالا این آقای بنا اومده یه دیوار رو چیده، کامل انجامش داده، اومده استراحت کنه. چجوری استراحت میکنه؟ طبعا دراز میکشه، یه چایی میخوره، یه استراحتی به دستاش میده. حالا من اومدم از این آقای بنا خواستم بگم آقای بنا این طبقه آخر کلاس اینا یه فوتبال لسی، بیا بریم با هم فوتبال لسی بازی بکنیم. داره باز با کجاش کار میکنه؟ با دستاش. فوتبال لسی درسته استراحته، ولی من از این آدم خواستم دوباره با اون ابزار کارش کار بکنه. دیگه خسته میشه این دست و دیگه نمیتونه دیوار بعدی یا اون ادامه دیوار خودش رو مثل اول بچینه. تو به عنوان یه دانش آموز از کجات استفاده میکنی؟ ذهن. وقتی داری موبایل بازی میکنی، وقتی داری تلویزیون نگاه میکنی، وقتی داری بازی کامپیوتری انجام میدی، کجات داره پردازش اتفاق میفته؟ ذهن خسته میشه و اتفاقی که بعدش میفته توهمه. توهم این که من با فیزیک مشکل دارم، من با ریاضی مشکل دارم، نکنه ظرفیت من همینه، نکنه من اصلا خنگم. این توهمات در تو ایجاد میشه و باعث میشه اون اعتماد به نفس اولیت رو از دست بدی، در صورتی که مغزت اندازه کافی استراحت نکرده. استراحت بسیار بسیار چیز مهمیه. یه جمله پائولو کویلو داره، جا آوردم براتون اگه بتونم اینو بیارم بذاره بالاتر. میگه نوت‌های موسیقی زمانی معنا پیدا میکنند که فاصله های سفید بینشان ایجاد شود.
این نوت‌های موسیقی اون فاصله‌های بسیار بسیار کوچیکی که بینشون ایجاد میشه از اون صدای قشنگ اون زنگ قشنگ رو ایجاد میکنن. ما نیاز داریم به استراحت کردن، ما نیاز داریم به ریشارژ شدن. حالا تو بحث مدیریت انرژی تو جلسات بعد بهش میرسیم که چیکار بکنیم که انرژی بدنمون بتونه همیشه آب باشه. ولی یکی از کارهای مهم زندگی ما اینه که استراحت کنیم. تمام میلیاردرها، تمام پولدارها، تمام آدمهای موفق یه بخش عمده‌ای در زندگیشون رو به استراحت کردن میپردازن، استراحتی که اصولی باشه. پس اون استراحت اولیه 10 دقیقه به هیچ عنوان سمت این جور چیزا نمیریم. چه کار میکنیم؟ تو ادامه کار بهتون میگم. حالا میرسیم به مفاهیمی مثل جوهر مغز و بقیه‌اش که برسیم به امید خدا راجع به اون کامل صحبت میکنیم. اینو بکشم این بالا اونجا خط درست. یه کتابی هست بنویس تا اتفاق بیفتد، نمیدونم خوندید یا نه. یکی از کارهایی که خیلی از نویسنده های غربی، میلیاردرها و افراد موفق جهان روش تأکید دارن نوشتنه. متاسفانه ما روی نوشتن خیلی اوکی نیستیم اینور، خیلی نسبت بهش جبهه میگیریم. ولی وقتی من یه چیزی رو مینویسم خیلی اتفاقات قشنگی میفته. اولا بچه‌ها میگن این چیزی نیست که از خودم در بیارم، این قانون روانشناسی میگه هر 10 دقیقه‌ای که صرف هر 1 دقیقه‌ای که صرف برنامه ریزی میشه 10 دقیقه صرف جویی در زمان اجرا داره. یعنی 1 دقیقه برنامه ریزی من 10 برابر کار من رو جلوتر میندازه. همینه که ما خیلی از مواقع تو خیلی چیزا عقبیم به خاطر اینکه برنامه ریزی صحیح راجع به مطالعه هم نداشتم. برنامه ریزی باید یه سری ویژگی ها داشته باشه که حالا خانم سیف کامل راجع بهتون توضیح میده. یکی از ویژگی ها شفافیته. شفافیت یعنی چی؟ یعنی من بدونم میخوام چی کار بکنم. خیلی از مشکلاتی که بچه ها دارن میگن قبول، من میخوام درس بخونم، قبول، تمام انگیزه ها رو گرفتم، همایش فانوس دریایی رو دیدم، انرژیم زده تا اینجا، الان میخوام درس بخونم، ولی الان باید چیکار کنم؟ وقتی برنامه ریزی نداشته باشی، وقتی مشخص نکرده باشی که قراره از کجا به کجا چی رو بخونی، این اتفاقات درت میفته. دومین کاری که باید بسیار بسیار مهمه مدیریت زمان و بودجه بندیه. مثلا من قراره تو یکی از آزمونهای بیرونی شرکت کنم، حالا قلمچی، فورتیک، گاش، هر چی فرق نداره، گزینه دو. خب نسبت به بودجه بندی اون میبایستی باید بیام برنامه ریزی بکنم. قرار باشه وقتی توی آزمون بیرونی شرکت کنم ولی بیام یه درس دیگر رو بخونم که اصلا تو بودجه بندی اون آزمون نیست، خب جز این که وقت خودم رو تلف کردم، جز این که خودم رو اذیت کردم، اعتماد به نفس خودم رو آوردم پایین، کار دیگه نکردم. مطلب بعدی اینی که خیلی خیلی مهمه این ملزم شدن ذهن برای اجازه. بچه‌ها نمی‌دونم به پدر مادرتون دقت کردید؟ یه زمانایی هست که مثلا مادرتون به پدرتون میگه که مثلا داری عصری میای خونه، این وسایل رو بگیر. بعد میبینی عصر بابات اومده خونه، هیچ کدوم از اون وسایل رو نگرفته. حالا یا یادش نبوده یا نه، یادش بوده حالش رو نداشته، فرقی نمیکنه. ولی یه تایمای هست یک چکلیستی مادرتون به پدر میده، میگه که این خریدای خونه است، شب مهمون داریم، این خریدا رو بگیر. وقتی چیزی نوشته میشه مغز خودش رو ملزم به انجام دادنش میدونه، مثل یک قانون باش برخورد میکنه. یه مثالی عربا دارن، تا یه قانونی مثلا نگن مکتوب، به چشم قانون بهش نگاه نمیکنه. یعنی مکتوب که میگن یعنی اینکه این حالا نوشته شد، یعنی اینکه به صورت قانون در اومد. وقتی یه چیزی رو مینویسیم ذهن به عنوان یک قانون بهش نگاه میکنه، خودش رو یک جورایی ملزم به انجام دادنش میدونه. به خاطر همینه که ما وقتی چیزایی رو مینویسیم قطعا میریم برای انجام دادنش، ذهنمونی کاری میکنه دیگه به اهمال کاری اینا نرسه. و وقتی برنامه ریزی من از قبل مشخص باشه، یک عامل بسیار شایع و مهمی مثل پرش ذهن رو تا حد بسیار بسیار زیادی جلوگیری میکنه ازش. یک جلسه مفصل و کامل راجع به پرش ذهن و عواملی که ایجاد کنندشن و چه کار باید براشون بکنیم حتما حتما براتون داریم. خیلی خیلی جلسه مهم و به درد بخوری، اون رو حتما از دست ندید. پس اگر برنامه ریزی داشته باشم تا حد زیادی تون آرامش درونم و پرش ذهنم هم میتونم کنترل داشته باشم. مثلا چجوری؟ ذهن من همش درگیری که من فردا امتحان مثلا زیست دارم، ولی از قبل اگر تو برنامه ریزی من مشخص شده باشه که مثلا فلان تایم برای خودم برنامه ریزی کردم که زیست رو بخونم، این پرش ذهنه موقع مطالعه سایر دروس دیگه تو ذهنم رخنه نمی کنه.
حالا باید چجوری برنامه ریزی کنیم؟ یکی از مهمترین کارا ریز کردن اهدافمونه. ما اگه بخوایم به یه هدف خیلی بزرگ برسیم، اولین و مهمترین قسمتش اینه که بیام ریز ریز کنیم. تو همایش فانوس دریایی این رو دیدید که یکی از قابلیت‌های هدف اینه که حتما قابل ریز کردن باشه. مثلا زیستمو بیام برای خودم بخش بخش کنم، فیزیکمو بیام بخش بخش کنم، ریاضیمو بیام بخش بخش کنم، خورد خورد کنم و این رو بیام بذارم توی برنامه‌های حالا کاری خودم با توجه به نظری که پشتیبان یا مشاورم داره بهم میگه. بچه‌ها من اینکه هر درسی رو چقدر بخونیم این بستگی به ظرفیت خودتون داره و حالا اون نکاتی که مشاور ازتون میگیره به اضافه اون میزان اون حجم اون درس و اهمیتی که تو آزمون داره. یعنی اینکه بیشتر از توقعمون برنامه نریزیم. درسته من یه شبه نمیتونم کریستیانو رونالدو بشم، درسته؟ آفرین. به مرور میتونم یه عالمه تمرین کنم، باشگاه برم، مهارتشو کسب کنم، یهو میاد میگه آقا من امروز باید 16 ساعت درس بخونم. تو غلط کردی، یهو میخوای 16 ساعت درس بخونی؟ چرا همچین فکری میکنی؟ دقیقا این حرفی که زدی، یعنی این که قدم به قدم جلو برم، خیلی موافقم و واقعا یه چیزی که غیر واقع بینانه باشه و بیشتر از توقع، بیشتر از اون توانایی باشه، اولین اتفاقی که میفته نمیتونی برنامه رو انجام بدی. وقتی هم نمیتونی انجام بدی یعنی چی؟ یعنی شکست قطعی، یعنی سرخوردگی، یعنی عدم اعتماد به نفس و بعدم کنار کشیدن و زمین رو برای رقبا باز کردن و خالی گذاشتن. یه اشکال دیگه هم که بچه‌ها دارن خانم سیف اینه که رو یک درس سوزنشون گیر میکنه، فقط زیست میخونه، فقط شیمی میخونه. این تعادله که نیست دیگه، یعنی شکست دیگه. قبولی تو کنکور، قبولی تو مجموع درسته. درسته که مثلا یه درسی مثل حسابان، یه درسی مثل زیست حالا ضریب بالاتری داره، ولی کسی فقط با زیست، فقط با حسابان نتونسته رتبه خوب بیاره. متاسفانه یه دانش آموز خیلی 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 خوبی داشتم امسال، میانگین درفاش بسیار بسیار بالا. یک کار بسیار بچگانه‌ای که کرده بود این بود که تمام وقت خودش رو گذاشته بود روی شیمی و زیست، ریاضیشو اصلا نرسیده بود بزنه، صفر گذاشته بود و کلا از خدا نکنه یه درس تو کنکور صفر باشه، اصلا صفر. تجربه شد 7000 با میانگین 50%. همون ریاضی رو با اون سختی اگه 10% میزد ترازی بهش میداد که اون 7000 به طور فضایی جا به جا میشد. ولی خب این تعادل الان تو میگم آقای مرعلی، نامردی که این وسط اتفاق میفته و ما داریم میبینیم، بعضی از اساتید فقط درس خودشونو میبینن. ببین سر کلاس، حالا همه آموزشگاه، فقط درس من، فقط کلاس من، روزی 4 ساعت این باید خونده شه، کلاس من 3 بار باید دیده شه. هر معلمی کلاس خودشو و این بچه رو نابود میکنه. این رو من خیلی دیدم متاسفانه. یه بارم با هم بودیم، یه استادی به شما گفت مثلا خیلی از مشکلاتی که ما تو جامعهمون داریم اینه که مشاوره رو هنوز انقدر جدی نگرفتیم، اصلا نمیدونن نقش مشاور چیه. ارتباط بین معلم و شاگرد دیگه. بعد مهمترین نقشش اینه که مشاور بتونه همه درس ها رو متعادل بیاره بالا. ولی خب بچه هم مجبوره دیگه، میره سر کلاس یه استاد میگه ببین کلاس من این هفته 3 بار باید دیده شه. و روانشناس بودن الزاماً آشنا بودن مشاور به این علم که بتونه کارو برای بچه ببین. مشاوره یه تحصیلی فقط این که من بیام بچینم اینجا ریاضی بخون اینجا فیزیک بخون واقعا دیگه الان حداقل نیست. درست. و تعارف هم نداریم الان. خود منم اصلا نصیحت شنیدن ندارم، چه برسه به بچه‌هایی که دقیقاً با یه فنت دیگه بزرگ شدن. مشاور تعیین میکنه که درس ها رو چجوری این تعادل حفظ بشه، این تعادلی که خانم سیف گفت. به خاطر همین نقشش خیلی مهمه. حالا امیدوارم اساتید این مقدار سر این قضایا با ما همکاری داشته باشن دیگه. این بخشمون میتونه اونقدر بزرگ میفته، کوچیکتر نمیشه این؟ بگیشم این. خب بچه ها، مهمترین عامل تو مطالعه اسمش از پیوستگی مطالعه. من این شکم بخوام برم باشگاه الان، حدیث من اگه امروز برم 10 ساعت ورزش کنم بهتره یا 10 روز برم روزی 1 ساعت؟ اصلا اون 10 ساعته که جواب نمیده. قطعا پیوست راه رو آن است که پیوسته و آهسته رو دوتاش یکیه، دوتاش 10 ساعته.
ولی چی باعث میشه که اون 10 ساعت دومی موثرتر باشه؟ این پیوسته بودنشه. نمیدونم شما همتون اسم پروفسور حسابی رو شنیدید، ولی اینکه اصلا کی بوده چی بوده رو خیلیامون نمیدونیم. من یه همایشی بودم، پسرش بود، آقای مهندس ایرج حسابی، یه داستان خیلی جالبی راجع به این پیوستگی مطالعه برامون تعریف کرد. میگفت که یه تایمی من و بابا رفتیم آلمان، داشتیم اونجا صحبت میکردیم، بابا خواست با یه نفر صحبت کنه، انگلیسی بهش گفت نفهمید، عربی گفت نفهمید، فرانسه گفت نفهمید، فارسی نمیفهمید. این آقا آلمانی بود. میگفت برگشتیم بابا، پدر من گفت من حتما حتما باید آلمانی یاد بگیرم. گفت اون موقع کلاس ها به این صورت نبود که کلاسی باشه، جایی باشه برای زبان آلمانی. میگفت ما رفتیم سری کتاب های خودآموز گرفتیم، شروع کردیم به آلمانی خوندن با پدر. میگفت جلسه اول بود داشتیم آلمانی میخوندیم، یه روب گذشته بود دیدم بابام کتابشو بس رفت. به هر چیز بابا یه روب چی شد؟ گفت نه کافیه برام همینقدر. میگفت اون روز من تقریبا 40 دقیقه 45 دقیقه خوندم و هر چقدر به پدرم اصرار کردم اون بر نگشت. میگفت روزا میگذشت، من یه روز 45 دقیقه میخوندم، یه روز یه ساعت میخوندم، یه روز حالا یه مشکلی پیش میومد نمیشد بخونم، ولی به خاطر اون مشغله هایی که تو زندگی داشتم بیشتر از یک ماه نتونستم کارو ادامه بدم. ولی میگفت پدر من 3 سال تمام آلمانی رو 15 دقیقه سر جاش بود تا آلمانی رو کامل یاد گرفت. پیوستگی مطالعه همچی داستانی داره. یه کتابی هست به اسم اثر مرکب مال دارن هاردی، حدیث که خیلی پول داره، حتما خونده که کجا من پول دارم آخه، چرا داستان درست میکنی؟ یه مجله هست تو آمریکا به اسم نیویورک تایمز، این مجله موفقیت، کلا آدمای موفق، کتابای موفق تو این اثر مرکب چندین بار پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز شد. خیلی داستانش خیلی جالبه. میگه که فرض کن قول چراغ جادو اومده جلو رود، میگه آرزو کن. آرزوی ما ایرانی ها چیه؟ پول. تعریف نداریم. حالا عزیز دو تا گزینه بهت میده، میگه این 10 تومانی رو گذاشتم این ور، این 100 میلیون تومن هم گذاشتم این ور، کدومو برمیداری؟ 10 تومن. خب هر کی باشه در نگاه اول 100 تومانی رو برمیداره دیگه، ولی باید ببینیم بعدش داستان چیه. اونم میگه که حالا یه کار دیگه، من تا یه ماه، فقط هم یه ماه این 10 تومانی رو هر روز بردار بیار تو این غار شگفت انگیز من، من 10 تومانی رو برات دو برابر میکنم. تو خود فکر میکنی 10 تا تک تومن 100 میلیون تومن دو برابر قراره بشه؟ چقدر میخواد دو برابر بشه؟ بهش گفتم 100 تومنه رو میخوام، ولی قول گیر داده. میگه که نه آقا، من از تو خوشم اومده، تو دکتر حدیث سیفی، خیلی کارت درسته، بیا این 10 تومنی رو بردار، برف من گوش بده. 10 روز اول میگذره، ببین چه عددی شده. من 10 روز رفتم و پول من دو برابر شده، شده 10,240 تومن، یعنی یک سوم تایم خودم رو گذاشتم، پولم شده 10,000 تومن. با خودت میگی چه حماقتی کردم، 100 میلیون پول نقد بود، گول اینو خوردم. قوله که ذهنتو خونده، میگه که آقا ما گفتیم 30 روز دیگه، اعتماد کن برگشم بیا. درسته. 10 روز دوم میره، یعنی 20 روز شده، پولتو شده 10,485,000 تومن. خیلی عدد گنده و قابل توجهیه، ولی 10 میلیون کجا، 100 میلیون کجا؟ یک دهم میشه. و اینکه چی؟ یه هفته بیشتر باقی نمونده دیگه، پولم چقدر میخواد دوباره. ولی همه اتفاقی که میفته تو این هفته سومه، تو هفته روز سیوم پول من شده 10,737,418,000 خورده. 10,737,000,000 کجا؟ 100 میلیون کجا؟ چون تصاعدی رفت بالا دیگه. این پیوستگی بچه ها، ممکنه چیزایی که بهتون الان میگیم، میگید الان آقا سخته، این روشایی که خانم سیف میگه وقت بیشتری از من میگیره، ولی اینا یه جای اینجوری جواب میده. یعنی تو میای به اون انتها که میرسی، میبینی اونایی که جور دیگه خوندن، دانش آموزی که جور دیگه ای بخونه زندهش نمیذارم، چون بعد داستان داریم ما. تونتون بگم که بریم سراغ خانم سیف هم برسیم. بچه ها یه موجودی هست به اسم جوهر مغز. یک سریالی زمان من نشون میداد، حالا اینا که هنه شما خیلی جوان تر، مرسی که سن منو جوان. یه آقایی بود به اسم هرکول پالو، یه سیبیلای این شکلی داشت، نمیدونم دیدید یا نه، این کارگاه بود. دیدی تو؟ آره بابا، 4-5 سالم بود، مامانم خیلی پیگیر بود. این اصطلاحی داشت بهش میگفت سلول های خاکستری مغز. این سلول های خاکستری مغزم بنده های خدا آدمن، یعنی انرژی میخوان، کار میخوان، دوست دارن تفریح کنن، دوست دارن بهشون غذا برسه. فرض کن یه معلمی اومد پای تخته
نوش مثلا یه مسئله خیلی ساده و گفت آقا هر کی بیاد اینو حل کنه من 1,000,000 تومان نقد الان بهش میدم، نمره پایانتر میشم میشه 20. همه خیلی خوشحال شدن، گفتن آقا که خیلی ساده ما میایم. شاگرد اول اومد شروع کرد نوش، گفت آقا عذرخواهی میکنم ببخشید این ماجیکتون مثل اینکه جوهر نداره. استاد بهش گفت همین به همین زودی تسلیم شدی؟ همیشه این قضوت میذاری کنار؟ یه ذره پسر جنم داشته باش، یه ذره غیرت به خرج بده، یه ذره بیشتر کار کن. گفت باشه ولی یه ذره ماجیکو بیشتر فشار داد. گفت استاد ببخشید فکر کنم متوجه نشدید این جوهر نداره. گفت باز که میگی نمیشه، باز که میگی نه، باز که میگی نمیدونم. اگه انسان مثل تو فکر میکرد که هیچ وقت پیشرفت ایجاد نمیشد، برادران رایت اگه مثل تو فکر میکردن هواپیما اختراع میشد، به کائنات توسل کن، نمیدونم انرژی کهکشانی رو در این چیزایی که باد میکنن ما رو. شاگرد گفت مثل اینکه متوجه نمیشه این جوهر نداره، هیچ ربطی به من نداره. گاهی بچه ها مغز ما جوهرش تمام میشه. جوهر مغز چیه؟ دو تاست، بهش میگیم قند اکسیژن. اکسیژن آب. حتما حتما بچه کنکوری باید یه دونه 1.5 لیتری آب کنارش باشه. بچه ها بدن ما برای اینکه در حالت عادی به 8 لیوان آب در طول روز نیاز داره. حالا که شمایی که دارید صرفا از مغز استفاده میکنید این خیلی میزان باید بیشتر باشه. مطلب دوم اکسیژن، تنفس صحیح. بهش ادامه بهش میرسیم که چجوری باید تنفس صحیح انجام بدیم، اینا رو راجبش براتون داستان دارم. و قند، ببین مغز از گلوکوز استفاده میکنه و بهترین قندی که جذب مغز میشه موجود در یک وسیله به اسم مویز. خیلیاتون باشه مقدار کانفیکت دارید فکر کنم. مویز میخوری حدیث تو دوست داری؟ من خیلی دوست دارم. آره. بچه قند این خیلی سریع جذب میشه. منظورم این بیالا یه گونی بگیرید بعد آقا یه نکته من بگم تو قسمت آب خیلی بچه دیدیم میایی میگین قر میزنی خسته میشم دو ساعت درس بخونم استاد جونت در نیاد آبو بخور اون آبو آب میوه طبیعی اون اسید لاکتی که بین مفاصل بدن رو دفع میکنه دیگه احساس خستگی نمی کنی. فیوریتت چیه که روزی؟ من بچه های پارسال هم همه میدونن FG کروزر خیلی دوست دارم. حدیث اگه یه FG داشته باشی این با اون موتور فوق‌العاده قویش رادیاتش آب نداشته باشه کار میکنه؟ نه دیگه بمیرم را نمیره دیگه نمیره. بچه این آب دقیقا تو مغز همچی حرکتی میکنه. علم پزشکی امروز به این نتیجه رسیده خیلی از سردردهای میگرنی که ما داریم به خاطر همین کمبود آب. حتی تنفس امروز به صورت یه علم در اومده. نمیدونم تو این گروه های عرفان و مدیتیشن و یوگا اینا اگه کار کرده باشید راجع به تنفس خیلی صحبت میکنه. من تون حرف میزنم که زود تموم شه چون خیلی جلسه حدیثم مهمه. مرسی. یه تنفس داریم که غیر ارادی، من دارم الان با شما صحبت میکنم این میتونم چند لحظه نفسمو بگیرم ولی خب تا یه حدی این غیر ارادی. راجع به تنفس صحیحی که میخوایم صحبت بکنیم راجع به اون نفسهای عمیقی که میکشیم، من یه پیامکی برام اومده بود حدیث با این عنوان که با یه نوع تنفس خاصی کاری میکنیم در ماه نمیدونم چند کیلو لاغر کنید. کاری به دروغ یا راست بودنش ندارم ولی خب واقعا یه علم خیلی بزرگی شده. بچه ها تنفسی تنفس صحیحه که از راه دیافراگم و شکم باد کنه. خیلی همون وقتی نفس عمیق میکشیم شکم میره تو اون تنفس تنفس غلطی نیست. خواننده ها که میخوان صداشون رو گرم کنن اونجوری تنفس میکنه، تنفس برعکس بهش میگیم، شکم میره داخل. تنفسی تنفس صحیح از راه بینی، برای چند ثانیه نفس رو میکشیم داخل سینه حبس میکنیم و بعد از راه دهان خیلی آرام و ملو میدیم بیرون. این بیرون دادن تقریبا باید 2 برابر اون دم اولیه صورت بگیره. منو نگاه کنید. تو اون 10 دقیقه‌ای که بهتون گفتم این تنفس صحیح رو 2 یا 3 بار انجام بدید خیلی کارایی داره. بهتون قول میدم ساعت بعدی مغزتون انگار اصلا ریشارژ شده. زمانی که استرس دارید، زمانی که عصبی هستید، زمانی که استراب دارید این کار رو انجام بدید. بهتون قول میدم که بی نظیر عمل کنه. و این حرف آخرم هم بگم و باید کلاس رو بسپارم به استاد سیف عزیز. بچه ها این مادر بزرگا یادتونه یه سری عوامل هستن که گفتم کیفیت مطالعه ما رو بهتر میکنه. قرآن خوندن مادر بزرگا رو دیدین؟ یه چیزی مثل پیکان درست میکنن بعد دقیقاً چشماشون هم میچسبونن بهش، اون پیکانه رو دنبال میکنن. این نشانک هایی که خودتون هم میتونید درست کنید، تو بازارم نوش هست، همه چیش هم هست، دقیقاً همچی کاری میتونه برای ما بکنه. باعث میشه که این مقدار حواس پرتی ما هم کمتر بشه، یه مقدارم سریعتر و بهتر. حالا توی تندخوانی بهتون یاد میدم خط بری یعنی چی. و نکته آخر چراغ مطالعه. نمیدونم تئاتر رفتید یا نه،
توی تئاتر وقتی میخوان یه کاری انجام بدن که دید تماشاگر به دور بمونه، نور رو میندازن روی قسمت خاصی، بقیه صفحه تاریک میشه، ذهن خود به خود ناخودآگاه میره رو اون صفحه. چراغ مطالعه هم توی زمان مطالعه همچین نقشی رو ایفا میکنه. بچه‌هایی که با چراغ مطالعه درس میخونن، حالا تلفیقش این که میگن نمیدونم نور اتاقتون سفید باشه، نور چراغ زرد باشه، اینا حالا چیزای جداگانه است، ولی این باعث میشه که یه مقدار هم کیفیت مطالعهمون بره بالا و همین که دچار حواس پرتی نشیم. بریم ادامه کار با خانم سیف، بقیه جلسه‌مون باشه برای جلسه بعد. با امید خدا نکات بسیار بسیار مهم و حیاتی داره. حتما حتما شیشتون که حواستون اینجا. از من خداحافظ، کلاس در اختیار. مرسی مرسی مرسی. سلام آقا جیغ جیغوی کلاس اینا اومد. سلام روی ماهتون، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی تر همیشه و بمب انرژی مثبت، و من هم مثل همیشه تمام سوال خوبم و هم خودم و هم آقای مهرعلی رو هم ادمین و همه بر بچه‌ای که توی استدیو هستن از بقیه مایه میذارم براتون. تمام سوال خوبم تقدیم به شما، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. آقا نمیدونم فکرم صدا به مشکل خورداره، آشفم داستان نداره. این همه هست داره آقا صدای منو داشتن. خب چطو سامی، چطو باز کن، چطو باز ببین، یعنی انرژی نداری سر کلاس نمونا، سر کلاس نمونا بزاد بری بیرون. سلام به روی ماهتون، سلام 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 سلام. صدا خوب شد بچه ها، یه عده دارم میرسن صدا بده. ایده همیشه من با هاشفا مشکل نم. خب شده که الان دو بچه صدا داریم، یه تست بریم. سلام سلام سلام، صدا الان هست؟ اوکیه اوکی اوکی. سلام به روی ماهتون، امیدوارم حال دلتون خیلی خوب باشه. سوال خوبم و تقدیم شما میکنم، امیدوارم حال دل شما هم خوب باشه. این روزا خیلی روزای سختیه، میدونی که تابستون همه دوست دارن دنبال داستان باشن، دنبال عشق و حال باشن، آی تفریح بریم، آی این کارو کنیم. درکتون میکنم، خیلی دوست داریم این کارا رو بکنیم. این روزا روزای سختیه. سامی چطو ببن، چطو ببن، دارن بازی گوشی میکنن. فقط میخوام امروز به من گوش بدی، کلی نکات مهم میخوام بگم. بچا یه چیزی میخوام بگم، میدونم این روزا حس اینه که فقط بریم بیرون و تابستون عشق و حال. نمیخوام بگم آدم بی درکی هم، درکت نمیکنم، نمیخوام بگم آره همه اینا هست، ولی یه جمله میخوام بهت بگم. میخوام بگم که اگر کار سختی نبود، هنوز خیلیاتون اصلا نمیدونید کنکوری خوندن یعنی چی، کنکوری بودن یعنی چی. انتظار داری عین دانش آموز کلاس دهم، کلاس رفتار کنی، کجای کاری؟ من میخوام یه جمله بهت بگم، میخوام بهت بگم اگر کار سختی نبود، ما باید 600 هزار نفر تو رشته تجربی هر سال پزشکی، دندان، دارو، تحویل جامعه بدیم. اگر کار سختی نبود، 200 هزار نفر انسانی باید برن حقوق و روانشناسی علامه و دانشگاه تهران بخونن، 180 هزار نفر ریاضی باید برن دانشگاه شریف بخونن. کار سختیه. چرا؟ عرضه و تقاضاش با هم برابر نیست، رقابت داره. چرا باید در مجموع نهایتاً از 600 هزار نفر رشته تجربی فقط 9000 نفر 10000 نفر با دانشگاه های پردیس و خودگردان و آزاد و مازاد و این داستان ها برن رشته های تاپ بخونن؟ پس کار سختیه. اگر مرد میدون نیستی، جولو پلاستو جمع کن برو. اینجا فقط آدمایی میمونن که قوی هستن و حرفی واسه گفتن دارن. پس مطمئن باش کار سختیه. و یه سوال میخوام ازت بپرسم، یه سوال میخوام ازت بپرسم، این که تو دوست داری مثل همه باشی؟
گفتم اگه کار سختیه همه باید بهش آسون باشه تا همه بهش برسن. دومین موضوعش اینه که آیا منم میخوام مثل همه باشم یا من باید متفاوت باشم؟ پس به این نکته توجه کن که کار هر کسی نیست. کسی اینجا باید بمونه که حرف واسه گفتن داشته باشه. الان رسیدی به یه مرحله و یه نقطه از زندگیت که هیچ کس کنارت نیست و خودتی. یا بمون یا بگو نه میرم داغوز آباد یه رشته چرت و پرت میخونم، تهشم هر جا رفتم مصاحبه، آی مدرک من اگه به من کار میدید بدید، اگه نمیده. چرا آدم به جایی نرسه که واسه خودش کار کنه نه اینکه واسه دیگران کار کنه؟ پس حواستو جمع کن، الان اون مرحله از زندگی رسیدی، دارم صحبت 10 سال آیندتو میکنم، عمرن خودت بهش فکر کرده باشی. همیشه هم گفتم اون آدم موفقه ذهن بزرگی داره، اون آدم موفقه برنامه روزی نمی کنه. دقت کن جملمو، برنامه روزی نمی کنه، برنامه ریزی می کنه. یعنی چی؟ یعنی من نمیام به این فکر کنم ای فردا چیزی که قرار اتفاق بیفته اینه که معلمم میخواد یه امتحان بگیره، علی سیف 2 فصل زیست ما آزمون داریم، به این فکر نمی کنه که خب من الان کلاس 10مم 11مم امتحانات ترم اولو دارم، امتحانات ترم دو، به این فکر میکنه آقا 2 سال دیگه کنکورمه، من کجای کارم؟ به این فکر میکنه اگه تابستون بره من بدبخت شدم چون نخوندم، مهر شده، مدرسه باز شده، تکالیف مدرسه، امتحانات ترم اول، کلاسا داره میشه 2 بار تو هفته، هر کلاسی حداقل 4 ساعت 5 ساعت تایم داره از من میگیره. حدی سیف بیچاره شدم، ما تابستون نخوندم، ما تابستون سطحی میخوام آخر کلاس در مورد اتلاف وقت یا کمبود وقت نه یا به من بگو نمیرسم. چرا دارم این داستانو میگم؟ همه تون تو این یه هفته تو تایم تماستون با خودم استاد میدونی چی شده؟ کلاسا که شروع شده نمیرسم تکالیفمو انجام بدم، نمیرسم اونجوری که باید و شاید مطالعه کنم. اینو کی داشتم بهت میگفتم؟ تیر ماه اینجا نشسته بودم زار میزدم، میزدم تو سر خودم که آقا کلاسای تست شروع شه شما هر روز 4 ساعت پای سیستمی. حالا الان دارم بهت میگم مهر ماه که مدرسه باشه، چه آنلاین باشه چه حضوری باشه، در هر صورت تو باید سر کلاس باشی، اصلا هر روز نه یه روزایی باید باشی. الان دارم اون روزا رو برات باز میکنم، این چشا رو باز کن لطفاً، خنگ بازی در نیار، خدا شده خنگ بازی دراری طوری میزنمت سردر شهر آویزونت میکنم که همه عبرتی برای آیندگان بشی. پس حواستو جمع کن دارم چی میگم، باید از این تایمایی که مونده استفاده. آقا تیر و مرداد رو از سب ترکوندم، خراب کردم، آقا رومم نمیشه بهت بگم استاد، خراب کردم، عاشق شدم، تو گوشی بودم، از این کانال به اون کانال، تلگرام خواب بودم، مامان بابا میرفتن سر کار تا 12 میخوابیدم، الکی میگفتم بیدارم، مهمون میاد فقط دنبال داستانم از زیر کتاب در برم برم بشینم اونجا. غیر از این نیست که دیگه، تعارف که با هم نداریم، هستن کسایی که این مدلین، ولی بیا مرد باش، با خودت رو راست باش. آقا گند زدم، من علی سیف دارم بهت میگم هنوز وقت داریم، هنوز تایم داریم، میرسیم، میتونی، حتی اگر 0 مطلقی. خب سعی بریم سراغ بحث اول. یه موضوعی، خب ما قرار بود بچه جلسات مشاورمون، خب دقت کنید، به این صورت شده که گروه عظیمی تیم زوج تو کلاس حاضر بشن، یعنی یک جلسه من و آقای مهرعلی، یک جلسه خانم حیدری و آقای صالحی، 2 به 2 میایم یک هفته در، یعنی اگر من این هفته هستم هفته بعدی نیستم، ولی من تمام سعیمو میکنم برای کلاس راه اندیشه که میذارم اونور باز باشه، شما هم بیاید اونور 2 ساعت هم اونجا مهمون خونهاتون باشم، صدای جیغ جیغوی منو تحمل کنید، پس نگران این قضیه نباشید. بعد کلاسای مشاورمون طرح درس داره، قرار شده این جلسه که دیگه به طور رسمی جلسه اولمون شده در مورد برنامه ریزی و اهمیت برنامه ریزی، که من تصمیم گرفتم یه مقدارم در مورد کمبود وقت و اتلاف وقت و روش خوندن درس‌ها که توی راه اندیشه توضیح دادم، ولی خیلی از شما نامردی گردید سر
کلاس نیومدید که چشتون رو در میارم، از این به بعد من کلاسی بذارم شما نیایید. داستانی که پیش میاد اینه که میخوام در مورد روش خوندن درس ها هم باهاتون صحبت کنم. چرا مدادم نمی نویسه آقای ادمین؟ اوکی شد. خب بریم سراغ اهمیت برنامه ریزی. آقای مهرعلی عزیز یه چیزایی توضیح داد، من این مباحث رو سریع رد میشم، میخوام برسم رو داستان اتلاف وقت و کم بوده وقت که خیلی مهمه. همتون این روزا وقت کم میارید، نمیرسید، تایمتون رو میخواید، اون خیلی باله، اونو باشید تا آخر کلاس. ببین میخوام بهت بگم اول برنامه ریزی داستانشه. بچه 20 سال پیش اصلا خبری از برنامه ریزی نبود، اصلا واژه برنامه ریزی وجود نداشت. همه این زحمت و معلمای عزیز به دوش میکشیدن که هر معلمی هم درس خودشو فقط میدید. من خودم به شخصه با اینکه یک معلم مشاور باشد به شدت مخالفم. چرا؟ چون این آدم تک بودی میشه، فقط درس خودش مو. اصلا منم باشم فکر کنم من معلم مثلا درس ایکسم، قطعا تو برنامه فقط هوا. بعد ما فقط برنامه ریز نمیخوایم. آقای مهرعلی حرف خیلی خوبی زد، من مشاور و برنامه ریز میخوام. کنکور اصلا فقط خوندنه نیست، بوده خوندنه نیست، بوده روح و روان شما هم هست. حداقلش 30% کنکور، حداقل 30% بوده روحی روانیه. پس قطعا شما باید کسی رو انتخاب کنید. حالا دیگه الان بچه ها فکرم کلاس پنل بسته است، فقط شاگردای خودمونن، کسی رو داشته باشید که مشاور و برنامه ریزی، یعنی هر دوتا کنار هم. حالا کیا از برنامه ریزی فرار میکنن؟ یک، بچه هایی که درک درستی از برنامه ریزی ندارن. یعنی چی؟ دوباره برمیگردم رو حرف همکار عزیزم آقای مهرعلی. برنامه، این برنامه مسخره است که من بیام بنویسم ببین 7:30 تا 9:30 ریاضی میخونی، 10 تا 12 اینو میخون، هر شب یه چیز روتین بنویسم بفرستم. یه مقاله خونده بودم که خیلی مقاله جالبی بود و به شاگردای خودم اینو گفتم، گفتم که بهترین برنامه از نظر علمی برنامه مشارکتیه. یعنی چی؟ یعنی باید اطلاعات و دانش آموز منتقل کنه به مشاور، مشاور منتقل کنه به دانش آموز. دانش آموز چرا انقدر خنگه که نمیاد به مشاورش بگه آقا من تو پایه دهم یا دهم خیلی سیف ریاضیم ضعیف بوده، استاد حواست به این قضیه باشه، اینو زیاد بذار تو برنامه. دانش آموز نمیاد به مشاورش بگه آقا استاد ریاضی 100 تا تست ریاضی داده بزنیم، بعد انتظار داره مشاور علامه ده باشه، آخر هفته میاد اینجوری میکنه تکالیف ریاضیمو نذاشتی تو برنامه. خب تو کی به من گفتی؟ مشارکتی، کوچکترین چیزا رو باید به مشاورتون منتقل کنید. برنامه از نظر روانشناسی تیپ شخصیتی صوبی داریم، تیپ شخصیتی عصری داریم. دانش آموز من حدیث سیف ببین اول صبح هیچ جوره محاسبات تو کلم نمیره، تو بیا بگو سیف 2 به اضافه 2 میگم 5 تا، نمیفهمم، آدم نفهمیم، خنگم، صبح مغز کار نمیکنه واسه محاسبه. تو شاید برعکس من باشی، تو مخت اولش اینو به مشاورت منتقل کن. اصلا من تو کار خودم به شاگردان گفتم آقا جا به جایی درسا هیچ اشکالی ندارد، برای من مهم اینه تو تا آخرشم برنامه تو انجام بدی. استاد برنامه تموم شد، اینم گزارشم. حالا عربی 8 تا 10 بوده اومده 4 تا 6 که اشکالی نداره. این میشه همون داستان برنامه مشارکتی. پس اینایی که فرار میکنن فکر میکنن که مشاور میاد یه بسته های ساعتی میده 7:30 تا 9:30 ریاضی، 10 تا 12 فیزیک، 1 تا 3 شیمی. جمع کنید بابا این مسخره بازیه چیه؟ پس این درک درست وقتی نباشد دانش آموز از برنامه ریزی فرار میکند. برنامه باید من باش احساس راحتی داشته باشم، برنامه یعنی من توش احساس آرامش داشته باشم، نه استرس، نه اعصاب خردی. وای حدیث سیف اومده گفته 10 تا 12 فیزیک من نخوندم، من بدبخت شدم، دیگه این برنامه رو بذار کنار، دیگه نمیرسم فلان. دانش آموز صبح یه روز خواب مونده، قیامت چرا به پا میکنی؟ چرا عاشورای دیگر در تاریخ ایجاد میکنی؟ خب خواب موندی، امشب یه ساعت خودم رو جریمه میکنم دیرتر میخوابم. جریمه اصلا جریمه نمی. آقا مگه ما تو برنامه‌مون روز مرور هفتگی نداریم؟ آقا مگر پنجشنبه روز جبران عقب موندگیامون نیست؟ پس این 2 ساعت باید بره روز پنجشنبه بدون اینکه جزء تایم مطالعات حساب بشه، چون تو باید جریمه بشی، خواب موندی، روز پنجشنبه جبرانش میکنی ولی جزء تایم حساب
نمی‌شود. درک درستی نداره. دوم، به جای برنامه ریزی دنبال چیه؟ برنامه روزیه. همون مثلا میاد میگه آقا معلم ریاضی امروز اومد درس داد، معلم اقتصاد امروز اومد درس داد، گسسته امروز 100 تا تست گفته. من فقط همونو انجام بدم، حله کارامو انجام دادم. کارای اون روزو مثلا اون کل اون چه داست آقا؟ برنامه‌ریزی یعنی همه چی کنار هم. قرار نیست برنامه، گفتم به آدم کوتاه فکر احمق دیوانه ذهن کوتاهی داره. میگه چی؟ میگه فردا چی کار دارم انجام بدم؟ ای استاد فلانی یه آزمون میگیره، اگه نخونم بلاک میشم، اگه درصدم کم باشه از کلاس پرت میشم بیرون، استاد فلانی گفته 100 تا تست بزنید، اگه انجام ندم سر کلاس آبروی منو میبره. این دانش آموز کوتاه فکره، فقط دنبال کارهای فرداست. گفتم اون موفقه به این فکر میکنه 6 ماه دیگه کنکور دارم. ذهن کوتاه نداره. احمق بازی خدا وکیلی در نیارا، میزنم تو سرت. خب بریم سراغ بعدی. گروهی تصور میکنن خودشان به اندازه کافی مهارت دارن، غلط میکنن، همچین تصوری میکنن. بچه‌ای که خیلی خوب درس میخونن مثلا معدلشون همیشه 20 بوده، میدونید که کیا رو میگم، همونایی که بعد نتایج میاد من معدلم 1975 بود، خام سیف نمیدونم چرا قبول نشدم. دوباره میاد میگه چی؟ من معدلم 20 بود، خام سیف روزی 20 ساعتم درس میخوندم، نمیدونم چرا قبول نشدم. چون فکر میکرد یه علامه دهری. مشاور باید باشه روزایی که حالتو بد میکنه، ناامید میشی، تست غلط میزنی، آزمون چیه، مرور چیه، نمیدونم همه این داستانا دیگه. پس گروهی که تصور میکنن خوشمنده، معمولا هم بچه درس خونان ها، معدل 20 ها، مثلا فکر میکنن که مشاور نداشته باش، مگه الان کنکور داستان 4 سال قبل بشینی بخونی نتیجه بگیری دیگه؟ 1400 قول کنکور ایران بهت فهمون داستان چیه. افراد غیر فعال و غیر منظم، کی حوصله داره بهت بگن 8 تا ده اینو بخون، من سر اون تایم پاشم درس بخونم 10 تا 12 ولم کن بابا. خب تو رو باید ولت کرد اصلا، برو دنبال چی داری میگردی؟ خب اینم از اینا رو دارم زود میگذرم که بریم سراغ اهمیت برنامه ریزی. ببین یه فرمول میخوام بهت بگم، یه فرمول میخوام بهت بگم که این فرمول خیلی باحاله، فرمول برنامه ریزیه. ببین میگه که ایگرگ یا وای مساوی ام ایکس به اضافه سی. خب این سیه میخواد چی رو برامون مشخص کنه؟ هر کی گفت این سیه میشه پایه درسیه تو. مهم هم اصلا نباید بگیم دانش آموزی که پایه قوی داره خیلی خیلی برابره با کسی که بیسش ضعیف بوده، ولی این اصلا توجیه خوبی نیست ها. خانم سیف میدونی ما دانش آموز داشتیم با معدل 12 داره پزشکی میخونه، این داستانه چی دارید قلوف میکنی که فلانه و فلانه؟ بخوای میشه. اون سالار همتی نمیدونم امروز سر کلاس هست یا نه، اومده بود مشاور راه اندیشه، داشتم بهش میگفتم ببین حالا اسمشو گفتم چون خیلی باهاش راحت هم، خیلی بچه با جنبه ایه، بهش گفتم هنوز تشنه موفقیت نشدی، هر وقت تشنه موفقیت شدی میشی محمد قمری، رتبه زیر 1000 امسالمون دیگه، محمد اخلاق زاده، علی جعفری، حسی 102، همین بچه ها رتبه خیلی خوبمون. تو تشنه بودن رو تو اون آدم ها داری میبینی، تو هنوز تشنه نشدی. تشنه یعنی چی؟ یعنی که جونه درو نیا بگو نمیدونم چرا یه روزای حوصله یه درس خوندن ندارم. چون که تشنه نیستی، چون به کلمه غیر مجاز فکر نمی کنی، چون به این فکر نمی کنی با کد شارژ ایرانسل میخوای چجوری انتخاب رشته کنی، چون به این فکر نمی کنی روزی که میخوای بری مصاحبه برای شغلت وقتی بهت میگه کجا درس خوندی سینه سپر کنی بگی شریف خوندم، دانشگاه تهران خوندم، فارغ التحصیل شهید بهشتی هم علامه خوندم و همه دانشگاهی رنکینگ بالامون، چون به اینا فکر نمون. پس این آدم تشنه نیست، دنبال داستانه. دانش آموز کنکوری وقت اضافه نباید داشته باشه، اگه داشته باشه جایی برای موفقیت ندارد، ندارد جایی برای موفقیت ندارد، چون هنوز تستی تو بازار هست که تو نزدی. چرا این خنگا میای میگی وقت اضافه میارم، دو ساعت میگی زیست بخون من یک ساعته میبندم؟ یا سطحی داری میخونی؟ چرت و پرت داری میخونی؟ عمیق نمیخونی؟ خلاصه نویسی نداری؟ دیوار نویسی نداری؟ هیچ کدوم این دار فیدبک نمیگیری؟ بهت گفتم آقا کتابو بستی یه واو جا انداختی بی جا میکنی بری پاراگراف بعدی؟ غلط
چت میکنی بری؟ خب اگه وقت اضافه میاری این مدلی نمیخونی. بعد چی میشه؟ هیچی. بعده چیه؟ میرسیم این حدیثه خاک تو سر میشه که خانم سطحی خونده. همه دارن جنبندی میکنن آزمونای جامعه سنجش و فورتیک و این داستانا در صدا. 10-15 خودم رو بکشن 20. چه غلطی داری میکنی؟ جمع کن دیگه، هر چیزی حدی داره دیگه. من 10 دفعه دارم میگم همین اول کار درست بخون. نظر برسیم تو بهمن چه خاکی بریزیم تو سرمون دوباره از اول شروع کنیم دیگه. چقدر راهو براتون باز کنم؟ هی منو هرس بدید، فشارم افتاد. خب بریم سراغ فرمولمون. پایه درسیمون میشه سی، که اگر دانش آموز قوی باشه که دمش گرم، زحمت کشیده و تلاش کرده، حالا اون دو سالم درس خونه، باید الان تعداد تستش بیشتر باشه، قوی تر باشه، طبیعیه دیگه، هرچقدر پول بدی آش میخوریه دیگه. پس اینجا اگه هم دانش آموزی ضعیف باشه جای نگرانی ندارد، میتونه بره جلو، میتونه تمام تلاشش رو کنه. خب این وایه چیه؟ این که تکلیفش مشخصه، نتیجه یه کاره. امه چیه اینجا؟ امه ضریب درستی کارمونو میگه. ضریب درستی کار چیه بچه ها؟ همون برنامه ریزیه، یعنی یه برنامه ریزیه خوب میشه. ایکس چیه؟ خاک تو سر هر کی که ایکس رو نداره، والا به قرآن، تلاش. این میشه فرمول موفقیتت. این داستان رعایت بشه، ایگرک به تو رتبه میده، نتیجه خوب میده. خب پس اهمیتش اینه. ببین چرا تو سال کنکور با برنامه پیش بریم حدیث سیف، که توی آذر و بهمن خاک تو سر نشیم استاد؟ به خاطر اینکه تو سال دهم، یازدهم، نهم، هشتم، هفتم، 7-8 کتاب بیشتر نداشتی دانشمند احمق. 7-8 کتاب بیشتر نداشتی، این نیازی هم خیلی به برنامه ریزی نداشت. سال کنکورت داری 30 کتاب رو با هم جلو میبری، 30-32 چیکار داری میکنی؟ پس باید برنامه ریزی باشه. مورد بعدی اهمیت برنامه ریزی. کنکور شب امتحانی نیست، جمع کن. با دیده یه سری ها فکر میکنن خیلی باهوش. ببین 3 آخر رو میشینیم میتره کنیم، از الان تا که ولم کن اشغال و مسافرت و گوشی بازی و گیم و پلیستیشن و PS4 و بدبختی و خاک تو سر تا بعدن. کلش چی چیه؟ آف کلن اسماش هم نمیدونم، اسماش هم آره نمیدونم، خنده نداره، با شما نبودم، با بچه های تو خونه بودم. خب سامی بنده خدا روزایی که من کلاس دارم دیگه من فکر کنم سرش درد میگیره، انقدر جیگودات میزنم. خب بعد یه چیزی، پس شب امتحانی خوندن تو سال کنکور فایده ای ندارد. در سالهای قبل هر کتاب امتحان جداگانه داشت. آره دیگه، زیست جدا بود، فیزیک جدا. کنکور میخوای بری 40 کتاب بود تو 4 با هم، این مخه باید این قدرت رو داشته باشه از یه مبحث بره مبحث بعدی توی 4. حالا هر کتاب هم فکر کن تو یهو گرما بری حرکت، حرکت بری نمیدونم الکتریسیته ساکن، یهو شیمی اسید باز الکتروشیمی، حالا بیا برو ادبیات قرابت بزن. آره همینطوری تو 4 داره بلوا میشه تو این ذهن. اینا خیلی مهمه. خب در سال کنکور عوامل روحی، عوامل منتال یا روحیمون خیلی پررنگ میشه، اما اقسام مریضی ها سراغتون میاد. یه سریاتون هم خب به قول ما روانشناسا خود مریض انگاری دارید، هیچی تمنی به خودت انگی میزنی، نمیدونم از انگزایتی دیزوردر و دپرشن و فلان و استرس و ناامیدی و فلان و افسردگی و همه. من اینم هیچیش هم نیم، من هم سالم تره، فقط میخواد لوس بازی ده. مامان افسردگی گرفتم، مامان استرس، جونت درات دیگه، یه کنکور چیه برای خودت داستان در میاری؟ این مسخره. بابا من مرد این میدون نیستم، پدر من، مادر من، حدیث سیف، استاد فلانی، معلم آقا من از من توقع نداشته باشید. خودم دارم میگم، من مال این حرفا، مال این صحبت ها نیستم، یه کاری نداره، یه اعتراف ساده است، یه ملتم راحت کن. یه چه دنبال دروغ بهونه، آی فلانه، نمیرسم، نمیتونم، تست سخته، پایم ضعیفه، دیدن بقیه حال منو بد میکنه. اگه حالتو بد میکنه آقا تو آدم ضعیفی هستی، تو اگه
یه بار شکست بخوری چی اگه قرار باشه؟ خیلی از بچه‌ها که الان دارن منو میبینن سال دومشونه، سال سومشونه. خیلی دمتون گرمه ها، خیلی دمتون گرمه. من میگم هر آدم، گوش بده این جمله رو اصلا بزن رو دیوار اتاقت، من میگم هر آدم موفقی تو هر زمینه ای، شغلی، تحصیلی، زندگی، یه پدر موفقی، از هر چیزی، من میگم هر آدم موفقی شکست خورده دیروز بوده، شکست خورده دیروز بوده و الان موفق شده. حالا اینکه تو تعریفت واقعا میخوای از این شکست چی باشه دیگه خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. حالا این زمین که همیشه دنبال بهونه بودن، اصلا بهونه ها مقصره کل زندگیشونن. من حدیث سیف اگر دانش آموزم ازم راضی نباشه، با من حال نکنه، نتونه درس بخونه، من مشاور موفقی نمیشم. نباید بیام بگم حالا داریم بچه هایی که واقعا مشکل دارن، ما تو جامعه همون، ما روانشناسا میگیم 1% آدم هایی که تو جامعه دارن راست راست را میرن بیمار روانی هن. واقعا هستن و دارن تو جامعه راست راست هن. کاری با این یه دسته نداریم، الکی از هر چیزی ایراد میگیرن، ولی اگر تو یه مشاور باشی 100 تا شاگرد داری 80 تاش ناراضی باشه، حدیث سیف نه یا بگو که من خوب کار میکنم و بچه‌ها درس نمیخوان، نه اتفاقا تو داری گند میزنی، نمیتونی حال بچه رو درست کنی، نمیتونی برنامه خوب بدی. انقدر جرأت داشته باش گردن بگیر، بهونه نیار، مقصر بهونه ها نباشن. این خیلی نکته مهمیه. پس تو هم هی نیا بر من داستان درست کن اینطوریه اونطوریه اینطوریه اونطوریه. خب پس عوامل روحی مهمه، پس ما باید مشاور داشته باشیم. استراب داریم، عدم تمرکز داریم، استرس داریم، ترس داریم، ترس از تست داریم، ترس از آزمون دادن داریم، نمیدونم همه چی، همه چیزه که الان کندخانی توندخانی، حالا اینا که دیگه روحی نیست، عفتای مطالعه، همه این دوستانا در کنار هم دیگه. اینم بریم سراغ سری قسمت بعدی اهمیت و پس فهمیدی چرا باید برنامه ریزی داشته باشی. آخ 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 آخ، بحث مهمه، کمبود وقت یا اتلاف وقت. چقدر موفقیت آقا چطو باز کن سامی، فقط جواب منو یه کلمه می نویسی. چقدر دوست داری به هدفت برسی؟ زیاد، کم، متوسط؟ یه کلمه برام بنویس، میخوام ببینم چی می نویسن. چطو باز کن، زیاد زیاد. خب بقیه که خوابید، بیدار شید دیگه، چیکار دارید میکنید؟ خب خوبی از خودت زهرا خانوم؟ جواب سوال. هی امین عباسیان چته؟ هی چت چیه؟ داستان چیه؟ هی یعنی چی؟ تلاش کن دیگه. هی چیه؟ زیاد 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 زیاد. دمتون گرم، تشنمه. آفرین آفرین آفرین، ای والله ای والله، همینه همینه همینه. آقا یه چیزی میخوام بگم، دمتون گرم، یه دقیقه بایستید. تو که انقدر بچه پررویی میای با تمام قدرت اینجا تمام قد وای میسی مینویسی زیاد زیاد زیاد، حالا دم خودت گرم آقا متین، دم خودت گرم، مرسی. یه چیزی که میخوام بهت بگم، برای این زیاده چی کارا کردی؟ با خود دو تا چهار تا کن دیگه. خب حدیث سیف ببین، از اول تابستون چطور ببن سامی؟ از اول تابستون دارم 6 صبح پا میشم. حدیث سیف از اول تابستون مهمونی نرفتم، حدیث سیف عاشق شده بودم با طرف، کات کردم، چسبیدم به درس خوندن، 24 دنیای مجازی بودم، این استامو پاک کردم. حدیث سیف با اینا کارهای سختیه، شاید حدیث سیف تو شعورت نمیرسه اینا رو بفهمی، ولی همین که این لذت گذاشتم خیلی حرکت سنگینیه. مامانم اینا رفتن مسافرت، حدیث سیف یه هفته از ته خونه موندم تنها ها. اینا رو درک میکنی؟ میبینی اینا رو؟ من این کارا رو دارم برای این زیاده میکنم. خب پس الان یه چیزی میخوام بهت بگم بچه ها، یه جمله میخوام بهت بگم. تا زمانی که تشنه هدفت نشدی موفق نمیشی. تو بگو روزی 20 ساعت، تو بگو روزی 24 ساعت. اونی که میاد میگه من وقت ندارم نمیرسم، به نظر من کمبود وقت نداره. توی تابستون ها بحث پاییز فرق میکنه، به نظر من اتلاف وقت داره. حالا چیا باعث میشه نرسیم؟ حدیث سیف میشه یه توضیح بدی وقت کم نیاریم انقدر داری حرف میزنی؟
مطالعه سطحی. دیگه زبونم مودم. من دیگه اصلا کاری با این آیتم ندارم. خانم دکتر مهدیس که شما الان سر کلاس ما نشستی، به نظر تو مطالعه سطحی جواب میده؟ خیر. خدا وکیلی سالی که کنکور دادی مطالعه سطحی داشتی؟ خیر. چون میزدم تو گوشش اگه مطالعه سطحی داشت، خودش میدونه داستان چیه. نخون آقا. لم میده رو کاناپه مهدیس خانوم، دراز میکشه رو مو، تلویزیون داره زخم کاری رو نشون میده، ملکه گدایان و داستان و داستان. منم اینجا کتابم رو گرفتم، یه زیرچشی به تلویزیون، یه زیرچشی به کتابم. این یه داستان. میره تو اتاق ساعت 8 صبح میخواد خبر مرگ من، پاشو درس بخونه. تکیهش رو میده به تخت، لنگا بالا رو آسمون، تو خوابم میام. یه دو دقیقه میخوابه، یهو پا میشه، کجا بودم؟ چی بود داستان؟ مامان باباه میرن مسافرت، مامان باباه مثلا میرن مسافرت، مامانه زنگ میزنه صبح بیدارم گوشیو که، یا اصلا مامانه میره سر کار تلفن قطع کردن، همانا خواب خوش اول صبح زیر پتو، همانا. کنگور بابا این زالیش نیست که. کنگور میگه من یک آدمی رو میخوام از همه نظر بهترین باشه. تو اگر بری دکتره یه مملکت بشی، صبح خواب بمونی بری بیمارستان، به درد من نمیخوری. تو اگر قرار مهندسی بشی که مثلا دانشگاه شریف بخونی، بعد پروژه پل طبیعت تهران رو بهت بدن، صبح نمیدونم ناظر اومده خواب موندی، به درد من نمیخوری. آدم ترسویی هستی، به درد من نمیخوری. از تست زدن میترسی، پس نمیتونی دکتر موفق من بشی، وسط عمل خون ببینی قش کنی اون وسط بیفتی. صداقت شد؟ بریم بچه، صداقت شد، معذرت میخوام. پس میگه اگر تو دکتر ترسوی باشی، اصلا تست که میبینم ها، وقت که داره ها، تایمو نگاه میکنم، از استرس دارم میمیرم، حدیث سیف، نمیتونم آزمونم، بعد آزمون که تموم میشه میام همه رو درست میزنم. خاک تو سر من که تو از 4 تا تست میترسی. میگه اگه تو ترسو هستی نمیتونی دکتر موفق من شی. چرا؟ وسط عمل قلب یارو میزنه بیرون، تو سکته کرده، یکی میخواد خودتو اون وسط جمع کنه، پس تو به درد من نمیخوری، واقعا به درد من نمیخوری. پس اینم میشه مطالعه تو عمیق انجام بده. خلاصه نویسی، دیوار نویسی، نوت برداری، حاشیه نویسی، استفاده از اینترنت، نمیدونم فیدبک گرفتن، که اصلی ترین قسمت یک روش کنکوری خوندنه، باید تو برنامه تو باشه. نداری جلو پلاست جلو بیرون، برو بیرون، اعصاب ندارم. پس این مطالعه باید سطحی نباشه. چون میرسیم بهمن ماه، برای رتبه بالای 10,000 20,000 بشین برنامه ریزی کن. استفاده نکردن از کلاس ها. میگن آبی رنگ عشقه، شما هم موافقید که آبی رنگ عشقه؟ اسف نمینویسه، شوخی کردم آقا، قرمز رنگ عشقه، من غلط کردم، بنویس. ببین یه داستان، استفاده نکردن از کلاس ها. من نمیدونم اون بابا مامان تو چه گناهی کردن که صبح تا شب باید برن سر کار، پول درارن، تو بیای بریزی تو حساب کلاسینو، بعد با آجیل خوردن بشینی سر کلاس. داره کلاس استاد ایکس داره درس میده. بله مامان. خداحافظ. 6 دقیقه گذشته، چی گفت استاد؟ ولش کن، آفلاینشو میبینم. داره مثلا کلاس میبینه، عمش اومده اونجا داره میگه آره دختر فلانی اینطوری شده اونطوری شده، چی داره بپرم جوابشو بدم برگردم؟ این میشه اتلاف وقت، لعنتی. دوباره باید این کلاس رو بیه بشینی نگاه کنی، دوباره باید این بیه تو برنامه تو، احمقی. من اصلا یه سوال از شما دارم، اگه حرف چرت میزنم بگو داری چرت و پرت میگی. تو پولتو تو خیابون داری میری میندازی زمین، رد میشی میری؟
بابا تو سال کنکور این وقت لعنتی فاکتور زمان این پولت باید باشه، باهاش درست رفتار کن. پس استفاده نکردن از کلاس، بعد اون استاد بنده خدا مجبوره بیاد بگه آقا این کلاس رو دوباره ببینید، کلاس منو دوباره ببینید. روش نمیشه بگه تو خنگی حواست تو سر کلاس جمع نمی کنی. نه نویس اگه کلاس استفاده نمی کنی بچه میای سر کلاس، جمع کن برو. مورد بعدی، وسواس و کمالگرایی. از این بچه هم کم نداریم. حالا یه جلسه حتما در مورد وسواس، یا به عبارتی از نظر ما روانشناسا OCD ها، حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. یه جلسه مفصل داریم در مورد وسواس، برگشته به عقب، خط قبلی، پاراگراف قبلی، حتما در مورد این صحبت میکنیم. فقط یه اشاره میکنم، کسایی که طیف تعادل ندارن یا صفرن یا صدن، خیلی صفر، یا این یا این، ما وسط نداریم. اگر یه روزش اول صبح خواب بمونه تا آخر شب ترکیده است، دیگه میگه این روز خراب شده است، این آدم کمالگراست. آزمونی رو 85 شده، استاد اومده گفته آقا بالای 40 تو نابغه ای، خوب زدی، 100 نشدم، بیچارم، بدبختم. در مورد وسواس و کمالگرایی حتما یه جلسه مفصل داریم، اختلالش، راهکاراش، درمانش، همه رو توضیح میدم. ولی این کارم وقتمو تلف میکنه. چرا؟ هی میخوام بگم خط قبلی، پاراگراف قبلی، هیچ وقت نمیتونم فصل یک وارد فصل دو بشم، پس اینم بیچاره است. اختلال وسواستو بذار کنار. طول دادن کارها، مسخره بازیاتون هست. حالا یه کاری رو مثلا 2 دقیقه میخواد بره یه جزوه رو کپی کنه بیاد، 6 دور دور انقلابو میچرخه، 8 دور میره میدون آزادی، بعد برمیگرده میاد خونه. بابا کنکور داریم، مسخره بازی ها، چه جمع کن به مامانم نظری داده ببرم خونه عمم. 6 ساعت طول میکشه اون نظری برسه اونجا. نیمه تمام گذاشتن کارها. خب نصف زیستو بخونم، حالا ولش کن. شیمیه چی میگفت؟ اسید باز چی میگه؟ ولش کن. برم 4 تا تست قرابه، ولش کن. عربی معرفه نکره داره چی میگه؟ چی کار داری میکنی؟ نصف نیمه میذاری رو هوا، ول میکنی از این بر بر. ببین یه چیزی بهت بگم، چه نیمه تموم گذاشتن کار، بچه هایی هستن که فرت فرت معلم عوض میکنن، فرت فرت مشاور عوض میکنن، نه من با این نمیتونم بچم، نه استاد فلانی خیلی بهتره، نه اینی. همین الان بهت میگم تا آخر سال این مته بکن تو مخت. دانش آموزی که پی عوض کردن کلاس، پی عوض کردن مشاور، پی عوض کردن کتاب، پی عوض کردن مبحث باشد، شکست قطعی در کنکور. تموم شد و رفت. تلفن همراه. اصلا در مورد این صحبت نکنیم، تایم هم خیلی نداریم. ببین این بدبختت میکنه به معنای واقعی. یک کنکوری اگر برای 1587 بار خاموش کنه، سایلنت کنه، حالت پرواز بذاره، بره توی اتاقی که داره درس میخونه، تایم مطالعه صفره. جون مادرت رو اون تایم حساب باز نکن. حالت پرواز، حالت سکوت، خاموش، جمع کن دیگه. چی کار دنبال چی داری؟ یا این یا اون دیگه، یا موفقیت یا بدبختی، یا حسرت یا لذت. اگه عقلت کمه خب میری سراغ اون حسرته که نتایج که میاد. میگه چی آقا؟ یه جمله بهت بگم، ختم کلام نباشد ولی خب میخوام بگم، اینو بزن رو دیوار اتاقت. اگر برای چیزی که برات ارزش داره، اگر توی مرحله ای از زندگی هستی که یک هدفی داری ولی براش نمی جنگی، باید منتظر گریه کردن برای به دست نیاوردنش باشی. مثل یه مرد، کلمه غیر مجازو که دیدی، مثل یه مرد که نتونستی انتخاب رشته کنی، گردن بگیر بگو من دنبال داستان بودم تو سال کنکور، یا خواب بود، یا فیلمو بود، نماوا بود، بدبختی بود، بیچارگی بود، حدیث تلفن همراه هم بود، عاشق شده بودم تو سال کنکور، بدبختم کردن، فلان. تو
آسان دیگه، همین روزمرگی هاتون. پس تلفن همراه دیگه نمیگم، تموم شد، اصلا تموم شد. این رفت تو اتاق، جون مادرت قسمت میدم بیا تو گروه مطالعه من بزن تایمم صفر. بعد که من گفتم چرا، مثل یه مرد این گردنه رو بذار وسط گردن، بگی بگو تلفن همراه بیسچاری دستم بود. فکر و خیال، آی یعنی شاهزاده با اسب سفید میاد خواستگاری من ازدواج کنم حدیثی. حالا پسره برسم به فلان جا، ماشین بعدیم دیگه 100% FJ کروزه، من ماشین خودم میگم 100% اینو میگیرم دیگه، اصلا تموم شده است دیگه، کروزره 100%. بابام هم فلان زمینو بزنه به نامم، سرمایه گذاری کنم، اصلا بابا درس کیلو چنده جمعش میکنم میره. بگم بازم براتون از این موردات تا دلتون بخواد، هر روز میان کلینیک داریم میبینیم دیگه مراجعامون چی میگن. رویا پردازی چی میکنی داداش؟ پاشو حرکت کن دنبال داستانی. واقعا برای کسی که بخواد روی سرمایه پدر مادرش حساب کنه متاسفم، روی دو تا پا خدا بهت داده، خودتو به یه جایی برسون، نه اینکه بعدن همه بگن بابا مامانش باعث شدن به اینجا برسه. نشستی نقشه میگشه واسه سرمایه بابات، اینا رو تعطیل کن. تو هم زود شوهر میکنی، نگرانه هیچ دختری نترشیده، شده پسر همسایه بیا میام میگیرت. نشین مدیس، چرا میخندی؟ چرا؟ خودش الان دکتر شده، خدا شاهده. بذار بگم دیگه، بچه کسی نیست، منم و شاگردام با هم خیلی اوکی، ما رفیقیم کلا. درسته به موقعش قاطی میکنم ولی خیلی رفاقتمون اوکیه. دکتر شده، شاگرد عزیزمه، طرح بود بیمارستان، همین دیروز اومد بیمارستان عراق رفته بود، اومده میگه حدیث. میگم بله دیگه، نمیگه استاد، میگه حدیث. اومده میگه حدیث، دکتر اتاق عمل دیروز ازم خواستگاری کرده. گفتم دمت گرم، درس خوندی رفتی تو بیمارستان، لیاقتت اینه یک پزشک متخصص بیاد ازت خواستگاری کنه. حالا تو هی بشین فکر کن پسر معتاد همسایه سر کوچه، فکر و خیال. پس این فکر و خیال و مسخره بازی به این چقدر دارم خودمونی با تو حرف زنی، غیر اینه بگو داری حرف اضافه میزنی. خستگی و فرسودگی، یه سریاتون دارید به خاطر استرس زیاد، فقط برای اینکه برنامه تموم شه، فقط برای اینکه 20 ساعت بخونید، فقط برای اینکه به حدیث سیف بگی من تموم کردم، فقط برای اینکه جدول مباحثت پر شه داری درس میخونی، بی خبر از اینکه میرسیم اسفند ما، جون مادر تواست به این اسفند باشه. خانم سیف اصلا نمیتونم مثل تابستون درس بخونم، اصلا نمیتونم، نمیتونم هم چه استرس. نه خب مهمون میاد حواست، نه خستگی عصبی داری، خودت هم خبر نداری. من دانش آموز داشتم با روزی 9 ساعت 8 ساعت تا آخر سال پزشکی قبول شده، ولی اون 9 ساعت رو با کیفیت خون، جیز و ویلیز نکن 20 ساعت 20 ساعت بخونم، الان جو گرفتت. بشین بابا بشین آروم با هم بریم جلو. یه جمله بهت میگم تا تهشو بخون، توی زمینه رقابت کنکور دانش آموزی که به خط پایان وقتی که نزدیک میشه پاشو بذاره رو گاز، یعنی از عید به بعد برسه به روزی 15 ساعت، 100% موفقه. نه کسی که الان 20 ساعت بخونه عید حدیث سیف خاک تو سر بشه که تو داری روزی 8 ساعت میخونی، افت شدید مطالعاتی. مسابقه دو تا حالا ندیدید تو تلویزیون؟ غلط کردی ندیدید، همشون به خط پایان که نزدیک میشن سرعت 10 برابر میشه. پس خستگی و فرسودگی خودش رو آخر سال نشون میده. تردید و دودلی، این آدم ها اعتماد به نفس ندارن، کانفیدنس صفر. تا بقیه موندن نمیشه، تا مهدیس دکتر شده من نمیشم، تا بچه های تهران موندن ما بدبخت های شهرستانی قبول نمیشیم، ما فل... اصلا یه حرفایی میزن که دوستان بزنم تو دهنش، بزنم تو دهنش. الان که دیگه امکانات واسه همه یکی، چی داری می دنبال چی میگردی؟ تا دختر عمم مونده روزی 20 ساعت میخونه، با مگه به خوندنه؟
مگه به خوندنه، به درست خوندنه لعنتی، اینو بفهم. چی بخونی؟ چطور بخونی؟ کی بخونی؟ حال رویتو چطوری حفظ کنی؟ ای بابا خدای منو پیر کردی تو کنکور، بی انضباطی و بی علاقگی. علاقه نداری پیجا میکنی میای درس میخونی دیگه، برو برای خودت یه شغلی پیدا کن، الان شغلای زیاد تا دلت بخواد بریخه. بچه من در مورد روش خوندن درسا وقتم نداریم، 2:30 شد. توی راه اندیشه کامل توضیح دادم، 2 ساعت چهارشنبه اون هفته فکم از اینجا به اینجا رفت. الان دیگه خیلی توضیح نمیدم چون تایم نداریم، بعد خدافظی کنیم، کلاس بعدیتون هم شروع میشه. فقط سریع خلاصه وار ببین، ما انواع روش خوندن درس ها داریم، سبک دیداری داریم، شنیداری داریم، متوالی داریم، فعال داریم، انفرادی، شهودی، تصادفی. سبک دیداری کسایی هن که صامت خوانی دارن با چشم میخونن، شنیداری کسایی هن که یکی باید براشون توضیح بده، با توضیح بحث مثلا گروهی این مدلی یاد میگیرن. متوالی یعنی چی؟ متوالی یعنی مدام میخونن. مدام خیلی برای کنکوری واجبه، یعنی از واجباته. بحث فعال اینم باز همینطوره، یعنی با بحث و صحبت و فعال شدن و درگیر شدن میتونن. انفرادی هم خیلی خوبه. من میگم تو کنکور، تو سال کنکور انفرادی خوندن بهتر از فعال بودنه، بهتر از بحث گروهیه. برای خودتون بخونی، آدم موفق سرش تو کار خودشه، با سیاست، بدون سر و صدا تا لحظه آخر پیش میره، بعد که موفق میشه مثل بوم صدا میده. شهودی بچه هایی هستن که میگن ما تا نفهمیم این قضیه رد نمیشیم، دنبال کشف رابطن، دنبال فهمیدن یه موضوع، اینم خیلی خوبه. تصادفی هم که از بادی به هر جهت، این خیلی نابوده، اینو ولش کن. من میگم اگه تو کنکوری هستی سبک دیداری برات لازمه، سبک شنیداری لازمه، متوالی که مدامن پیوستگی باشه، چیزی که آقای مهرعلی عزیز گفت حتما باید باشه. انفرادی خوندن از واجباته، تو جمعه نداری با رفیقات بری میشینی صحبتایی که اصلا ربطی به درس نداره، انفرادی بخون. این 4 مورد رو بری جلو، به همراه همون روشایی که دیگه تو وایسا برای همتون توضیح دادم، خلاصه نویسی، نوت برداری، حاشیه نویسی، فیدبک گرفتن، اینا همه باید، اینترنت استفاده کردن، ترکیبی خوندن، لایتنر استفاده کردن، همه اینا باید باشه. قرار بود تکنیک زبان رو توضیح بدم، متاسفانه وقت با ما یاری نمی کنند. تا فردا شب وایس تکنیک زبان رو توی کانالتون قرار میدم که انشالله از فردا شب شروع کنیم. در کنار تکنیک محاسبات روزانه، تکنیک زبان رو جلو ببریم. چت رو باز کنید، یه خدافظی کنیم با بچه ها. چت رو باز کنید، یه خدافظی. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد، اصلا به خدا این قلب من مملو از شماست. کاش بدونید که چقدر دوستتون دارم. یه سری بچه دیروز ثبت نام کرده بودن، من هنوز بهشون زنگ نزدم، تا فردا حتما با کسایی که تازه ثبت نام کردن تماس میگیرم، با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خیلی دوستتون، خیلی مواظب خودتون باشید و اینو بدونید، از حدیث سیف اینو به یادگار داشته باشید. اگر دور تمام مهمونی و نمیدونم مسافرت و گوشی و لذت هاتون توی این 9 ماه باقی مونده خط کشیدی، به جمع آدمای 1% موفق جامعه خیلی خوش اومدی. خیر مقدم، دوستتون دارم. یا علی، و مثل همیشه باد با چراغهای خاموش کاری ندارد. اگر در سختی هستی بدون روشنی. یا علی، خدا نگهدار. بچه ها اینکه خسته نباشید.